متی فصل 15 در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند چرا شاگردان تو آداب و رسوم را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می گیرند و پیش از خوردن غذا دستای خود را نمی شویند عیسی به آنان جواب داد چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم و گذشته خود را حفظ کنید حکم خدا را می شکنید مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود اما شما می گویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به گردن من داشتید از این به بعد وقف خداست دیگر او مجبور نیست به این وسیله به آنها احترام بگذارد شما این طور کلام خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید ای منافقان اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت این قوم با زبان خود به من احترام میگذارند اما دلهایشان از من دور است عبادت آنها بیفایده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام خدا تعلیم میدهند آنگاه عیسی مردم را پیش خود خواسته به ایشان گفت به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود بلکه آن چیزی که از دهن او بیرون می آید او را نجس می سازد در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟ عیسی جواب داد هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد آنها را به حال خودشان بگذارید آنها قرآن هستند که راهنمای قرآن دیگر می باشند و هرگاه کور راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چا خواهند افتاد آنگاه پتروس به عیسی گفت معنی این مثل را برای ما بگو عیسی در جواب فرمود پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچی از راه دهن وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مبرز ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهن بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنها است که آدمی را نجس می سازد زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از دل سرچشمه می گیرند و اینها است چیزهایی که آدمی را نجس می سازند نه نشستن دستها پیش از غذا آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت حیاقا ای فرزند داوود به من رحم کن دخترم سخت گرفتار روی ناپاک شده است اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند او فریاد کنان به دنبال ما می آید او را رخصت کن عیسی در جواب گفت من فقط برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم اما آن زن نزدیک آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد حیاقا به من کمک کن عیسی در جواب او گفت درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگها بیندازیم اما آن زن جواب داد درست است حیاقا اما سگها نیز از پسمانده هایی که از دسترخوان اربابشان می افتد می خورند عیسی در جواب به او گفت ای زن ایمان تو بزرگ است آرزوی تو برآورده شود و از همان لحظه دخترش شفا یافت عیسی آن محل را ترک کرده و از راه لب دریای جلیل به بالای کوه رفت و در آنجا نشست عده زیادی از مردم پیش او آمدند و شلان و کوران گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده پیش پاهای او می گذاشتند و او آنها را شفا می داد
مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص شل را سالم و لنگان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خواسته و آنان گفت: دل من برای این مردم می سوزد. اینک 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه زوف کنند. شاگردان در جواب گفتند: از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟ عیسی پرسید: چند نان دارید؟ جواب دادند: 7 نان و چند ماهی کوچک. عیسی امر کرد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آن که خدا را شکر نمود، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 سبد پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را رخصت داد و خود سوار کشتی شده و به ناحیه مجدل رفت.